بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی رو داشتیم. همینطور که مستحضر هستید، این جلسه با مصوبه جلسه سران در ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل شده. وظیفه ما این بوده که یک حلقه وصل و رابط باشیم بین حوزه‌های اقتصادی و افکار عمومی و مردم و همچنین فعالین عرصه اقتصادی از نظر رسانه‌ای. خب الحمدلله تا به حال جلسات بسیار خوبی بوده. تلاش کردیم با ترکیبی که در این جلسه هست، هم از بخش خصوصی تعاونی، هم اکثریت نمایندگان رسانه‌های مهم و مؤثر و هم دستگاه‌های اجرایی که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی هستند، در این جلسه همه حرفا گفته و شنیده بشه. خب امروز هم مباحث و موضوعاتی که در افکار عمومی به عنوان هم موضوع و مسئله و هم برخی به عنوان نارضایتی مطرح است اینجا گفته شد و نهایتاً دستگاه‌ها توضیحات مختلفی داده، از جمله روند افزایش قیمت‌ها در حال منعکس شد در جلسه. دوستانی که در حوزه‌های مختلف بودن توضیحاتی دادن، تمهیدات و اقداماتی که مقرر انجام بشود رو مطرح کردن که امیدواریم با اجرای اون تمهیدات و اون شرایط ما بتوانیم نسبت به این فضای به حال قیمت‌هایی که رو به افزایش هست یه مدیریت مطلوب مناسب داشته باشیم. از طرف دیگه بحث ترخیص کالاهایی است که در بنادر هست. بانک مرکزی توضیحاتی در تأمین ارز دادن و تأییدی که از طریق وزارت صنعت نسبت به این موضوع بوده، مقرر شد که تسریع بشه تر پیگیری ها برای آزادسازی و ترخیص اون کالاها که حتما در بازار مؤثر خواهد بود. دو حوزه برق و خاموشی های برق به عنوان باز یک مسئله‌ای که افکار عمومی سخت درگیرش هستند، توضیحات در جلسه داده شد. به اصطلاح عواملی که موجب این کار از جمله خشکسالی، خارج شدن نیروگاه‌های برق آبی ما و برخی از نیروگاه‌هایی که به هر حال در شرایط کنونی به اوورهال نیاز داشتن، همه اینا مطرح شد. ولی بحث شد که اگر قراره که به هر حال ما خاموشی هم داشته باشیم، بهتره که خاموشی برنامه ریزی شده، توزیع شده و با اطلاع و آگاهی قبلی مردم باشه، واقعا خودشون میتونن آماده بکنن. این تاکید شد به وزارت نیرو. همچنین اهمیت تأمین برق در مناطق جنوبی که این روزا بالاترین حد گرما را دارن به عنوان یک اولویت دوباره در اینجا مطرح شد. بحث کالاهای اساسی، آمار و ارقامی که لازم بود ما در خصوص کالاهای اساسی اطمینان داشته باشیم با توجه به مرحله گذر از یک دولت به دولت دیگه، حتما باید اطمینان داشته باشیم که انشاءالله دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تأمین کالاها باشه. گزارشی که دوستان ما در اوضاع مختلف دادن، الحمدلله ما هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم و بانک مرکزی هم در اینجا برنامه های تأمین منابع خودش رو مطرح کرد و تأیید شد که انشاءالله با همین روندی که پیش برود ما نسبت به تامین کالا هیچ مشکلی نخواهیم داشت. انشالله دولت بعدی هم که مستقر شد ادامه کار را خواهند داشت. علی‌ال توقع و انتظار از همه مردم عزیز و به ویژه از رسانه‌های محترم که واقعا تا به حال همکاری بسیار مؤثر و مفیدی با این ستاد داشتن، با دولت داشتن، همیشه همراه ما بودن و همراه مردم بر حال دو زله مسئله هستن، تقاضا من اینه که باید فضای کنونی جامعه را در یک آرامش نسبی مناسب قرار بدیم. البته این به معنی ندیدن و نگفتن نیست، بلکه باید هم ببینیم، هم بگوییم و هم منتقل کنیم و هم باید در آرامش جامعه بکوشیم. همه اینها را با هم داشتن هنر کار رسانه‌ای هست و در شرایط مناسب آرام ما بتوانیم برنامه ریزی داشته باشیم. به هر حال این مرحله مرحله گذر هست، یعنی از روزی که رئیس جمهور منتخب رأی می آورند تا 12 مرداد که تنفیذ هست و تحلیف هست روز بعدش، این مرحله مرحله گذره. مرحله بعد مرحله استقراره که دولت جدید باید رأی بگیرن، رأی اعتماد از مجلس بگیرن، مستقر بشن، تغییرات را انجام بدن. علی‌ال ما این فضا را خواهیم داشت تا
از آخر اواسط یا اواخر شهریور همه باید تلاش کنیم که در این فضای زمانی گذر و استقرار دولت جدید انشالله بستر و زمینه مناسبی باشه که دولت جدید با آرامش، اطمینان و با تمهیدات و برنامه ریزی و همراهی مردم انشالله بتواند اون قولهایی که داده، اون بالاخره طلبکاری‌هایی که مردم داشتن در انتخابات و مطرح شده را با برنامه ریزی انشالله انجام بده. مجددا از همه شما تشکر.